Hallo an alle und herzlich willkommen bei uns in unserem online Deutschunterricht. Ich bin Soian, eine Freundin von Ihnen und ihre Lehrerin. Heute wollen wir zusammen diesen Adjektivdeklinationen in DativForm lernen. Dann bleiben Sie bitte auf jeden Fall daran. امروز ما میخوایم با همدیگه بیایم فرمای صرف صفت رو توی داتی یاد بگیریم پس حتما همراه ما باشین اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردین لطفا فراموش نکنین حتما همین الان سابسکرایب بکنین و مثل همیشه اگر که ویدیو رو دوست داشتین لایک بکنین و هر صحبتی هم که داشتین سوالی کامنتی انتقادی پیشنهادی برای ما تو کامنت ها بنویسین دان لاستون سان همونطور که گفتم میخوایم راجع به صرف صفت ها در حالت داتیو صحبت بکنیم برای این موضوع خیلی مهمه که اول از همه بدونیم داتیو چیه کجاها استفاده میشه چه چیزهایی داتیو میسازه و دوم اصلا این صرف صفت و صفت چیه پس لطفا حتما اول ویدیوی داتیو رو دیده باشید و کلا داتیو رو بلد باشین و اجکتیو دکلیناسیون های قبلی در حالت نومیناتیو و آکوزاتیو رو هم دیده باشید. خب همونطور که ما تو آرتیکل هامون در حالت داتیو تفاوت خیلی بیشتری داریم با حالت آکوزاتیو و نومیناتیو خیلی طبیعیه که به نسبت به اونا خب دکلیناسیون های اجکتیوی متفاوت تری هم داشته باشیم پس دوباره میدونیم میگی با توجه به آرتیکلمون و با توجه به حالت جمله است که این اجکتیو دکلیناسیون ما داره تعیین میشه کلا هم که امروز میخوایم راجع به داتیف صحبت این بریم مثالاشو ببینیم هلفسدو بت دم التن مندا کمک میکنی لطفا به این آقای پیلی که اونجاست هلفس دو دم التن مندا هلفن که فل داتیوی پس این دمه منطقیه دیگه داتیو بوده دوباره پس شد داتیو دمودارم و دارم میبینم پس بشتیمت من رو هم میبینم مسکولین داتیو بشتیم مسکولین اندونگش چیه؟ این ور ار شپخشت میت اینم کلینن کند ار کلینن کند اون با یک بچه کوچیک داره صحبت میکنه میته پس داتیو که مشخصه اینم پس اون بشتیم تا مشخصه بعد از اون ور کیندم که پس نویچخلش مشخصه داتیو اون بشتیم تو نویچخل چی اومده؟ ا این دوباره بعدی ار شپیلت میت کینن فرشن کیندن ار شپیلت میت کینن فرشن کیندن اون با هیچ بچه بیادبی بازی نمیکنه. کنه فخشن کیندن این ان کیندا که به خاطر داتیف پلورال بودنش اینو تو داتیف خوندیم و بلدیم کاینن باز هم میدونیم که دوباره توی داتیف پلورال ما ان میگیریم ان میدیم در واقع به آرتیکلمون فرشن داتیف نگاتیو آرتیکل کاین و پلورال فا دس ده نتن فاو اون به این خانم مهربون تعلق داره دوباره فعل گهوغن اینجا شپیلن میت بود میتمون بود که داتیف میساخت اینجا فعل گهوغن خودش داره داتیف میسازه یعنی تعلق داشتن به این یعنی تعلق داشتن ای مال چیز... کس... چیزی مال کسی باشه دوباره به این خانم تعلق داره مال این خانم است در داتی فارم اصلا گه خودش داتی فارم میدونم ده رو دارم میبینم بشتیمت فمینین داتی بشتیمت فمینین خب این از این مدلهایی بود که ما حالا با هم یه نگاتیو آرتیکل دیدیم و بشتیم تو اون بشتیم تو اینا رو با هم دیگه دیدیم با من همراه باشین خب بریم جدولاشو و رو با هم دیگه یاد بگیریم من برگشتم با ادامه این قانون ها در حالت بشتیمت و اون بشتیمت برای داتیف اول از همینه میدونیم که خب آرتیکل های داتیف خودش تغییر کرده شده دم دم در دن خب به نسبت به اینا اگر میخوایم چیزی بهتون بگم که یه ذره شاید باعث بشه که راحت تر اینا رو یاد بگیریم اگر ما بیایم کل اجکتیو دکلیناسیون رو در این حالت در نظر بگیریم که اگر آرتیکل مال خودش بود تغییری نکرده بود تو فرم های دیگه همونو بذارم حالا نسبت به اینکه بشتیم تا یا اون بشتیم تا چنان نگاتیو پوسسیوه همون قانونی که یاد گرفتیم یعنی اینکه من گروه اسمی رو نگاه کنم متوجه بشم در اگه هست ای بگیره آین اگه هست ماسکولینه ا اق بگیره اینا و برای اون آرتیکل هایی که تغییر میکنن من ان بذارم این خیلی براتون یادگیری راحت میشه یعنی چیکار کنیم یعنی بیایم در نظر بگیریم که ماسکولین اگر بگیم دم ان میذاریم چرا چون دم خودش تغییر کرده دم دری بوده که الان تبدیل شده در حالت داتیوی به دم دم مشخص چیه یعنی مشخصه که داتیو ماسکولین فرمه دیگه لازم نیست من بخوام چیز دیگه یا نشون بدم پس دم نه تن از اون توی اون بشتیم اینم آین بوده تبدیل شده با آینم آینم هم مشخصه چیه پس دوباره آینم نتن من یعنی فرقی نمیکنه این از این پس قرار شده اونایی که تغییر میکنن من بگم ان بذاریم دقیقا برای نویچال همین میشه دم مشخصه که داتیو نویچاله حالا الان به هم میگین که چجوری از بین دم و دم تشخیص میدی کدوم ماسکولینه کدوم خب من با توجه به اسمش تشخیص میدم ولی مگر ما میایم این دوتا آرتیکل رو میذاریم تو گروه اون, اون بشتیم ما بشتیم تو اون و تو حالت نومیناتیو میایم تعریف میکنیم که ببینیم میتونیم متوجه تفاوتش بشیم یا نه اینا رو حالتی میبینیم که برامون مشخصه دم میدونیم که داتیو حالا نویچخل پس ا ای اون بشتیمت اینم داتیو نوچخل ای فمینین در داتیو فمینین ای این تغییر کرده دوباره تو اون بشتیم اینا داتیو فمینین تغییر میکنه ای ان. این ببینین زمانی که تغییر میکنه این آرتیکل اون ب... آرتیکل بشتیم که هیچی میاد تغییر میکنه ای ان میگیره آرتیکل اون بشتیم هم داره به من نشون میده تغییر چیه آینن در حالت آکوزاتیو داره به من نشون میده که این ماسکولینه پس دیگه من همون ای این و تغییری براش میذارم نیازی ندارم که بخوام بیام ای اق یا ای اس یا هر چیز دیگه ای بذارم یا مثلا اینجا بخوام ای ام بذارم چون خب آینمو مو داره دیگه معلومه بعد برای اون بشتیم که پلوغل نداریم برای بشتیم که پلوغل داریم دوباره دن به خاطر خود آرتیکلش نتن تغییر کرده کیندرن فقط حواستون باشه همیشه ما در حالت داتیو پلوغال غیر از اون استثنایی که بهتون گفتم این ان رو داریم پس دن نتن کیندن اگه نگاهی به این تخته بندازین با این جدول بالاش میبینیم که هر چیزی که من دورش خط کشیدم ای اینه. یعنی در واقع هر وقت من تو داتیو حالا ما دو تا گروه دیگر هم. هنوز سه تا گروه دیگر در واقع هنوز ندیدیم ولی هر وقت من تو داتیو آرتیکل داشته باشم یه چیزی قبلش باشه خب اون چیز قبلیه داره به من نشون میده که این داتیوه پس اندونگی که دارم ان ببینین مشخصه حالا بخوام برای پلوغالم بهتون بگم پلوغالم همچین چیزیه اگر پلوغال من چه حالت نومیناتیو چه آکوزاتیو آرتیکل داشته باشه میدونم که مثلا میگیم دی روتن روزن حالا در حالت نومیناتیو یا در حالت آگوزاتیو و دن روتن روزن در حالت داتیوی ا انش به هر حال یکیه مگر آنکه نول آرتیکل باشه یعنی آرتیکل نداشته باشه این از این حالا با هم تخته بعدی میبینیم حالت های نگاتیو و پوسسیو و نول آرتیکل ها. این دو تا هم بخونیم Dieser rote Geldbeutel gehört meiner netten Freundin. این کیف پول قرمز به دوست مهربان من تعلق دارد دی زا در دیگه نومیاتیو اول جمله گلد بویتل بویتل آرتیکلش مسکولینه یعنی دره دی زا پس میگم روته در بوده پس من یه اخالی اینجا میارم گلد بایتل گهات اینجا قرار داتی به من باشه ماینا نتن فرندین. ما دقیقا میخوایم بریم اینو تخته بعدی با هم دیگه بخونیم ماینا ما نتن فرندین. یا زیزیند آنها هستند میت ایغه تکلیشن عبایت گنز توفقیدن اونا با کار روزانه یا روزمره که دارن انجام میدن کاملا مثلا راضی میت اطف از توف خیدن یعنی مثلا خوشحال بودن، راضی بودن از چیزی. دوباره ای غا. کار روزمره شان کاری که هر روز انجام میدن کار روزانه شان. ایقا میدونیم یعنی چی این به خاطر آبای تو این دیگه حالت داتیویه تکلی شن. با من همراه باشین تخته بعدی میخوایم این گروه و دو تا گروه دیگر با هم یاد بگیم. خب میخوایم راجع به سه گروه نگاتیو ارتیکل، پوسسیو ارتیکل، نول ارتیکل یا اون ارتیکل صحبت بکنیم. دقیقا اینا خب دو گروه نگاتیو و پوسسیو دقیقا شبیه دو تا گروه قبلی يعني. یعنی کلا نگاتیو و پوسسیو میبینیم که خیلی شبیه در واقع این گروه اون بشتیم تا. حالا تو نگاتیو چی میگیم؟ میگیم نم، دوباره کاینمه اینجا اعمال شده. Das Dativmaskulin, netten, keinem netten Mann. Und auch für neutral, es ist keinem netten Kind. Für feminin, es ist keiner netten Frau. Und für plural, keinen netten Freunden. Keinen netten Freunden. Keinen netten Freunden. همه اینا پس ان این گرفت چرا چون همه اونا تغییرشون اعمال شده بود کاینم کاینم کاینا کاینن فرویندن هم که ان آخرش میدونین در داتیو پلوغاله. وگرنه در فرویند دی فرویندین پلورال فرم فرویند فخویندینن. پوسسیو آرتیکل زاینم این زاینم دوباره مشخص داتیو ماسکولین زاینم نتن من پس ان میگیره ایرم نتن کند ایرم پس این میگیره داینا نتن فاو داینا پس این میگیره اونزرن نتن فایندن. اون اونزرن نتن فایندن این دوباره این فایندن رو دقت کنه حالا تا اینجا اینا نایی بودن که آرتیکل داشتن دقیقا ما الان میبینیم و به نتیجه میرسیم که هر چیزی که داتیو بشه آرتیکل داشته باشه ان میگیره هم بریم سراغ نول آرتیکل یا اون آرتیکل اگه بخوایم بخونیم خب اون داتیو نیست یعنی این زاینم یا اون کاینم یا داینم یا اصلا هر کی نیست من باید یه جوری این حالت دم رو اون بشتیم تا ارتیکل اون دم رو نشون بدم پس چیکار میکنم ای رو که داره ام رو از اون دم برمیدارم میذارم اینجا میشه تم با نتم من من میگم میت نتم من به جنگ که بگم میت دم نتم من میت نتم من این از همون دم داتیو ماسکولین میاد توی نوشخال دقیقا همین از دم داتیو نوشخال امو برمیدارم میشه نتم کیند هر چیزی که آرتیکل بشتیم تو باید داشته باشه رو و من یه جوری میام تو نول آرتیکل اضافه میکنم حالا نتم توی فمینین در داره پس میشه نتافخو میت نتافخو نتافخو و توی پلورال الان یک کوچولو این شاید براتون مثلا عجیب باشه ما همیشه نول آرتیکل پلورال میگفتیم هیچی نداره یعنی یه اه خالیه ان دیگه نمیگیره حالا اینجا مگه آرتیکل پلورال داتیو بشتیمت دن نیست که اینجا میشد کاینن مگه دن نبوده مگه ما نمیایم بگیم تو نول آرتیکل من میام از آرتیکل بشتیمت برمیدارم دن اونو اینجا میام انشو برمیدارم نته که بوده ان داتیو پلورال رو برمی دارم یعنی ان دن به عنوان آرتیکل رو برمی دارم میشه نتن فایندن نتن فایندن پس تنها گروه که تو داتیو متفاوت بود این نول آرتیکل بود غیر از پلورالش پس اگه بخوایم کل پلورال رو هم نگاه بکنیم الان با هم تمام پلورال فرم های آرتیکل دار که ان دارن قطعا از پلورال فرم های بدون آرتیکل فقط نومیناتیو و آکوزاتیو هستن که ا میگیرن برای چی نمیگم فقط داتیو که ا ای میگیره چون یه گروه دیگه هم داریم تو ب با هم دیگه میخونیم گروه گنیتیو رو اونجا هم یه سری اجکتیو دکلیناسیون داره برای همین میگم دیگه تمام داتیو ها ای می ان میگیرن مگر آنکه نول آرتیکل حالت نومیناتیو و آکوزاتیو باشن خب این از این با من همراه باشیم میخوایم بریم یه سری نکته و مثال و اینا جدید هم ببینیم اومدیم با یه سری جمله مثالی و یه قانونی برای اجکتیوهای بیش از دوتا الکس <applause> و این زینم التن جوب نیش الکس و انزینم زینم التن جوب نیش فریدن الکس در کار سابقش خوشحال و راضی نبود راضی نبود این زینم ال تن جاب ای افت می بوزن چفت گشتریتن ای هد سیش افت می بوزن شفت گشتریتن اون بیشتر وقتا با رئیس نمیگیم رئیسش ها با رئیس مثلا بوزه یه چیزی عبوسش اینجوری عبوس بد دعوا میکرد Aber er ist mit seinen neuen Stühle zufrieden. Stüle yani jaygah va Feminine. Vali un ba va Seine neuen Stile. Vor der täglichen Arbeit liest er seine E-Mails. Qabl az kārhāye rūzāne un email-hāsh Vor der täglichen Arbeit seine E-Mails. اینجا نومیناتیو لزن اینجا آکوزاتیو پس زین ایمیلز آکوزاتیو ولی فوردر اینجا قبلا براتون گفتم فور یعنی قبل است و یک پرپوزیسیون داتیوه. اینجا زمانو داره بیان میکنه اینجا تمپورال فرمه پس این داتیو نومیناتیو آکوزاتیو ار تلفونیت میت کندن اون ارتیکل نول ارتیکل میت ویش دیگه ولی از اونجایی که داتیو ان اون با اون در واقع به مشتریان, به مشتریان مهم تلفن میکنه میت ویش دیگه کنده میت نتن کلیگن کامت ار زیر گوت اوس اوس کمن یعنی کنار اومدن میگه با همکاران مهربان اون خیلی خوب کنار میاد حالا نگفته همکاران مهربان نش میتونست بگه میت زاینن نتن کلیگن کامت از زیگوت آس ولی میبینین دن نتن کلیگن حالا ما اینجا هر چی مثال زدیم برای یک اجکتیف بوده هیچ فرقی نمی کنیم خواهم بهتون بگم شما یه اجکتیف دو اجکتیف هر چند تا که صفت دارین زمانی که تو اون حالت تو اون گروه اسمی قرار میگیره یعنی با توجه به نومیناتیو اکوزاتیو یا داتیو بودنش با توجه به آرتیکلش که بشنیمت تی اون بشنیمته و با توجه به جنسیتش و زینگولار پلورال بودنش اون قانونی که بر اجکتیف اول اعمال شده 20 اجکتیو هم بشه باشین تا آخر همونه یعنی ich lerne jeden tag neue deutsche wörter این نوعی همونی که تو دویچه هم هست من هر روز کلمات آلمانی جدید یاد میگیرم. آلمانی جدید. یا کلمات جدید آلمانی. مهم نیست. نای دویچ واتن. پس ای اه. ارکافت افت اینن تایغن آسلندیشن وین. ارکافت افت اینن تایغن آسلندیشن وین. حالا بیشتر از این هم باید از اجکتی بیاریم. اون غالبا یک شراب گرون خارجی میخره این گرون اینم خارجی اوسلندشه خب این از با من همراه باشین میخوایم بریم یه سری قانون برای یه سری خاص و یه سری مدل های جدید از آرتیکل هم ببینیم خب ما قلعا میدونیم که رنگ ها صفتن ولی یه استثنایی تو این رنگ ها وجود داره رنگ هایی که با وکال یعنی آ او ای یا املات اینا تموم میشن وکال این یعنی حروف سزادار تموم میشن دکلینیغن یا صرف صفت نمیشن die میت وکال اندن werden nicht دکلینیت خب مثل غوزا و لیلا غوزا یعنی صورتی روشن و لیلا یعنی مثلا بنفش بنفش روشن اینا دکلینیغن نمیشن صرف صفت نمیشن یعنی من چی میگم؟ میگم در روزا بالون یعنی باتکنک صورتی در غوزا بالون اوده در لیلا بالون حالا شما ممکنه بشنوید اینو نمیبینید به صورت کتبی ممکنه بشنوید که اینا رو یه جوری صرف بکنن ولی دست از نیوفا گشپاخ نشپاخ یعنی فقط برای زبان صحبت کردنه و غلط مستره دیگه صحیح نیست این موضوع صحیحش اینه که ما بگیم ده روز بلون یا ده لیلا بلون ولی ممکنه اینو بشنویم ده روزن بلون یعنی یه ان بدیم و بعدش دکلی بکنیم یا در لیلن بلون اوند این روزن بلون این لیلن بلون اینو شما ممکنه در صحبت کردن بشنوین ولی بدونین که این فرم درستشه غوزا و لیلا دکلینیقه نمیشن اصلا هر رنگ دیگه ای که تهش وکال داشته باشه مثل آ اینجا هر دو آه دکلینیقه یا صرف نمیشن. حالا من گفتم ما میخوایم راجع به یه سری گروه آرتیکل هم صحبت بکنیم قبلا من راجع به اینو صحبت کردم فقط گفتم که حالا خالی از لطف نیست که ما اینا رو تو جلسه دکلیناسیونمون هم داشته باشیم ما یه سری مدل آرتیکل داریم که دقیقا به یه چیزی که اینجاست اشاره میکنه یعنی دقیق من میگم این به انگلیسی میشه دیز اینی که اینجاست نه اینی که اونجاست اینی که اینه بهش میگیم دمونستراتیو آرتیکل اصلا اسمش مهم نیست بدون این که کدوم گروه میشه دیز دیزا دیزس دیزه و بقیه یعنی دیزم دیزن همه اینا هم جزو گروهش قرار میگیره و دقیقا میبینین شما تو این دارین به طور کامل و مشخص میبینین آرتیکل کلمه چیه مثل دره کاملا این بشتیم تو چون همه چیش مشخصه الان دیزه و دیزه و دیزه تا حالت نامیناتیو قشنگ بینشون فرق هست و مشخصه دوباره بره تو آکوزاتیو فرق هست دوباره بره تو داتیو میشه دیزم دیزم دیزا دیزن پس این دقیقا رفتاری داره که بشتیم تا ارتیکل داره. این یه گروهی از بشتیم تا ارتیکل یعنی چی؟ یعنی اگر من اجکتی داشته باشم این شکلی میام چیزش میکنم به میکنم میگم دیزا نتمن یا میبرم تو آکوزاتیف میگم دیزن نتن من دقیقاً دقیقا اینه بشتیم یه گروه دیگه داریم که در واقع با اینا میتونیم سوال بپرسیم فرگ آرتیکل هستن جواب مثلا در واقع سوال کدام یک از اینجوریه فرگ آرتیکل ولش ولشس ولشه مثلا میت ولشه فراو هاست پاخن گشپراخن نخمال میت ولشه فراو هاست تو با کدوم خانوم صحبت کردی ببینین اینجا میت پس این رفته تو فرم داتیو فرگ آرتیکل حالا چیز دیگه ای هم میتونه باشه پس ولی این دوباره دقیقا مثل حالت بشتیمت داره عمل میکنه چون داره نشون میده دقیقا ولشا برای مسکولین نومیناتیف هم به کار میره ولشس ولش اینه دوباره حالت حالت نومیناتیفشه پس این هم این بشتیمت در واقع عمل میکنه فرقش اینه که با این سوال میپرسیم. و کوانتیتاتیو ارتیکل این اسمش هم خیلی سخته اصلا اسمش رو دارم میگم لازم نیست بلد باشین فقط نکته شیه این میشه هر یدا یدس ید یعنی هر کدوم از یا هر کسی که اگر اینو خالی بیارم یعنی هر کسی که حالا من میتونم اینو به عنوان آرتیکل بیارم در واقع اینجا منظورمون آرتیکل اینو به عنوان آرتیکل بیاریم مثلا بگیم ید فالگه یعنی هر قسمت نگاه کنید مثالش رو دقیقا مثل بقیه حالتها این یه دا یده، یدم، یدن همه اینا میشه اینم چون دقیقا من تو نومیناتیو دوباره دارم تفاوتش رو میبینم بشتیم و عین بشتیم تم برای اجکیو دکلیناسیونش عمل میکنه یعنی چی؟ یعنی این ایش یاو میا یه دن فالگ فون دارک آن ایش یاو یه دن فالگ فون دارک ان من هر قسمت جدید دارک رو تماشا میکنم یا من همه قسمت های دارک رو اینجا از همه به فارسی اینجوری معنی میده ها وگر اگه من خواستم بگم همه بعد آله استفاده میکردم من هر قسمت جدید منظور که همه قسمت های جدید دارک رو میبینم ولی یه در رو میبینین اینجا ایش نومیناتیو میا داتیو یه دنوی گروه اسمی آکوزاتیوه پس با یه دم میشه Das war unsere heutige Sitzung. Heute haben wir zusammen äh, diesen Adjektivdeklinationen in Dativform gelernt und auch neuen Artikelformen zusammen geübt. Ich hoffe, dass Sie alle diese Sitzung wirklich gut und sinnvoll finden. این بود از جلسه امروز ما ما امروز اومدیم با, با هم این صرفگرانه صفت رو تو حالت داتیو دیدیم و یه سری فرمای جدیدی هم از آرتیکل ها یاد گرفتیم امیدوارم که این جلسه براتون خوب و مفید بوده باشه لطفا حتما اگه دوست داشتین لایکش بکنین با دوستانتون مشترک بذارین سابسکرایب کانالمون هم فراموش نکنین خیلی ممنون که تا اینجای ای کار همراه ما بودین شوند و